هستید و من افتخار دارم که این برنامه رو ملاحظه میکنید با قسمت 18 از سری لایو های روزانه در دوران خانه نشینی کرونا در خدمتتون هستیم. امیدوارم که این دوران خانه نشینی زودتر تموم شه، هممون برگردیم سر کار زندگیمون. و امشب میزبان دو عزیزی هستم که از انسان‌های تاثیرگذار، بسیار فعال، هنرمند، مترجم، نویسنده در حدیه که فکر میکنم احتیاجی به معرفی نباشه، حتی اگر گوگل کنید اسامی این عزیزان رو خواهید دید. سرکار خانم شکوفه کاوانی و همسرشون آقای علی تقوایی. ممنونم سرکار خانم کاوانی از اینکه تشریف آوردین، دعوت بنده رو پذیرفتین. باعث افتخاره که عزیزانی مثل شما توی کامیونیتی ما حضور دارن. من 10-12 سال پیش که اومدم اسامی شما عزیزان رو توی فهرست ایرانیان مؤثر توی ویکی‌پدیا در جمع بزرگانی همچون شما، آقای تقوایی، آقای نبی صالح، آقای سهیل عابدیان یا توی ویکی‌پدیا هست و باورم نمیشد یک روزی که با شما کانکشن مشترک داشته باشم و بتونم ازتون دعوت کنم که تشریف بیارید. واقعا لطف کردین از اینکه دعوت منو پذیرفتین، در خدمتتون هستم امشب. آقای صابری عزیز، با عرض سلام خدمت شما و دوستان گرامی، والا من اول از همه خیلی زیاد از شما تشکر کنم که به من و علی اجازه دادین که امشب مهمان شما باشیم. واقعا مایه افتخار منه، خیلی هم خوشحالم. اولین تجربه ما به صورت لایف هست، مصاحبه قبلا داشتم. بعد میخواستم یه چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنونم که شما این همه به قول معروف ترشی و پیازداغش رو زیاد کردین و راجع به ما گفتین. خواهش میکنم، من خیلی آدم ساده ای هستم، شاید تنها فرقم یه ذره با بقیه اینه که خیلی زحمت کشم، خیلی زحمت زیادی کشیدم و علی رغم اون چیزی هم که ممکنه خیلی ها فکر بکنن، سختی هم زیاد کشیدم. دوست. یعنی حالا اینکه اگه اون اسمو تو ویکی‌پدیا این حرفا میبینی و اینا، که حتی فکر میکنم گاهی وقتا اهمیتی هم نداره، به بهای سنگینی به دست اومده. دوست. یعنی من خودم همیشه میگم که من این 22 سالی که تو استرالیا بودم، اگه اون انرژی و وقتی رو که صرف کردم در استرالیا، در ایران صرف کرده بودم، اولین رئیس جمهور زن ایران بعیدم نبود. بله، واقعیتی به شما میگم، به خاطر اینکه انقدر با مصائب خیلی عجیب و غریب که چالش های خودش رو مهاجرت داره، که اگه شما برای کسی تعریف کنید تو ایران اصلا باور نمی کنن، با نژاد پرستی، با نمیدونم سختی مالی، با تنهایی، با همه اینا سر کردم، که اگر این کارا رو تو ایران کرده بودم، چون در فضای خودم بودم و به قول معروف احتیاجی به ثابت کردن خودم نداشتم، میتونستم خیلی راحت، البته اگه جمهوری اسلامی نبود، به پارلمان رو بکنم و آره شده بودم خانم مثلا جاسیندا آردن. یعنی انقدر سریع بهتون میگم، ولی اینجا مدام چون این یه سقف شیشه‌ای وجود داره و به شما اجازه بالاتر رفتن نمیدن مگر اینکه معجزه اتفاق بیفته، و اون معجزه در صورتی اتفاق میفته که به نفعشون باشه، یعنی بهره برداری تبلیغاتی از شما به نفع اینا باشه، که مثلا ما به یه زن خاورمیانه، به خاورمیانه چقدر بالا پر دادیم. میدونی چی میگم؟ هر جایزه ای هم که بردم یا هر به قول معروف دستاوردی که داشتم، صراحتا بهتون میگم به خون دل بوده. میدونین چی میگم؟ به خون تواضع. آره نه، خیلی از این صداقت و تواضع سپاسگزارم. این هر جایی پیدا نمیشه که طرف بگه اینا به خون دل خوردن بوده. ولی خانم کاوانی بفهمید که چند سال تشریف آوردین، چه سالی تشریف آوردین، این مسیر پر فراز و نشیب زندگیتون رو برامون یه توضیح کوچیکی بدین. من فرض میکنم که مخاطبین نخوندن، فرضمون رو بر این میگیریم که کمتر شناخت دارن. یه معرفی از خودتون داشته باشین، چه سالی تشریف آوردین، مسیر فراز و نشیبتون چی بود، چی شد که مجددا فعالیت هنری رو از سر گرفتین، که شما هنرمندا هیچ وقت کنار نمیذارین که بخواین از سر بگیرین، ولی خب چیزی که مجددا به جایگاه هنری با اقتدار برگشتین.
خب من قبل از اینکه بگم به چه تاریخی اومدم استرالیا، قبل از این شروع میکنم اصلا که فعالیت هنری کردم، به خاطر اینکه یه جورایی به هم ربط داره. من رو کراس بهتون بگم که نقاش اصلا نفکر میکردم که نقاش هستم یا نقاش خواهم شد یا کاری در این زمینه میکنم. یه اتفاقی برام افتاد در 19 سالگی، یعنی که منو برای بازجویی بردن دانشگاه، بردنمون برای بازجویی و از این حرفا. بعد خیلی حال من بد شد، یعنی احساس کردم که به خصوصی ترین حریم زندگیم تجاوز شده و اینا یه چیزایی راجع به من و خانوادم و زندگی میدونستن که خودم خبر نداشتم. مثلا این آقای بهتر از من میدونه که مثلا پسرم و من چی کاره بوده. و همون لحظه بود که من تصمیم گرفتم که اصلا ایران رو ترک بکنم، یعنی احساس کردم که این مملکتی که اصلا برای من حریم قائل نیست و اینجوری به روح و زندگی من تجاوز میکنه، من اینجا جای من نیست. و حالم اینقدر بد شد که اومدم بیرون. بعد از یه مدتی دیدم هیچی حال منو خوب نمیکنه و اتفاقی یه جعبه آب رنگ پیدا کردم و شروع کردم نقاشی کردن. و بعد دیدم که این نقاشی ها مثلا نقاشی کردن داره حال منو خوب میکنه و خیلی جالب بود به مادرم نشون دادم. مادرم مثلا برام میگفت که مثلا این چی توش جای و من مثلا مادر من متوجه شده من چه حالی داشتم و اینا، و اینا رو به هیچ کس هم نشون ندادم. یه حدود نمیدونم 10 تایی بود و به قول معروف اینا رو لوله کردم و بعد اینا رو با خودم آوردم استرالیا. حالا تا اینجا داستان داشته باشین. بعد در مورد اولین کتابی که ترجمه کردم، چون من هم مترجمم هم نقاشی و این سوای تحصیلاتم که اونم براتون توضیح میدم. نرس هستم، ولی من فوق لیسانسم مشاوره ژنتیک هست. البته عده خیلی کمی از این خبر دارن، یعنی زیاد نمیگم، ولی چیزی که برای شما، من موقعی که میخواستم دانشگاه برم میخواستم ژنتیک بخونم، ولی اون موقع اصلا دخترها رو قبول نمیکردن، فقط سهمیه پسران داشتن و من خیلی به علم ژنتیک علاقه مند بودم. و بعد از اینکه تنها فقط نرسینگ خوندم به خاطر اینکه بتونم مهاجرت بگیرم، چون میدونستم میشه باهاش مهاجرت کرد. بعد که اومدم استرالیا به من مدرکمو قبول نکردن. البته دانشگاه چارلز استوربم 8 سابجکت کردیت داد که حالا اونم یه داستان جداگانه ایه. و بعد رفتم ترینینگ رول نرس رو گذروندم و یه سالم اونجوری بهم کردیت دادن. بعد اومدم دانشگاه بچلرم و یا لیسانسم رو تموم کردم و بعد برای مسترزم رفتم ژنتیک خوندم در دانشگاه چارلز استورت. و این مایه افتخارمه که بهتون بگم که انقدر اینو خوب خوندم که در تاریخ چند ساله این دانشگاه من نفر هشتم لوح افتخار اینا هستم. بح 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 یعنی آره، اگر شما بزنین چارلز استورت یونیورسیتی آلومنیش بیاین، جز به 7 نفر اول که خانم ناتاشا بیلینگ و سامانتا آرمیتج و چند تا از کله گنده های مدیای اینجا هستن، نفر هشتم اسم منو میبینید. آره اینقدر ژنتیک رو خوب خوندم. ولی ژنتیک، من با ژنتیک کانسلینگ کار نمی کنم به خاطر اینکه من رجیستر نرس سال 8 به بعد هستم و در اتاق عمل کار میکنم. تخصص من کاردیو وسکولار نرسینگ در اتاق عمل و ارتوپدیک هم انجام میدم، ولی به خاطر اینکه درآمد بیشتری برام داره، چون اگه بخوام برم ژنتیک کانسل بشینم باید از سال 1 و داستان دیگه‌ای داره دیگه، به قول من سنم اون در حقیقت علاقه شخصی بود. تحصیلاتم بود. بعد در مورد ترجمه که اولین کتابی که ترجمه کردم، اینا قبل از اومدن به استرالیا است. قبل از اومدن به استرالیا یک کتاب اتفاقا در مورد مولانا پیدا کردم به نام چرخ درویشان، The Whirling Dervish. بله، اتفاقا در منزل علی اینا پیدا کردم، علی که همسرم هست الان و بله اون موقع دوست پسرم بودن. و اونجا عکسای مراسم سما رو دیدم، مراسم به قول معروف چرخ سما، و خیلی برام تازگی داشت و اصلا همچی چیزی در عمرم ندیده بودم و اینا. بعد اینو نشستم با همون سواد انگلیسی که داشتم، با همون سواد انگلیسی محدودم، اینو ترجمه کردم. بعد 23 سالم هم بود و ببینین که چقدر مثلا جرأت و جسارت، اعتماد به نفس داشتم. الان میگم خندم میگیره با هم ترجمه هم. مثلا بگم یه دختر 23-24 ساله بلند شدم رفتم پیش آقای جعفری
مدیر نشر نو، یعنی که پسر همون آقای جعفری بزرگ که انتشارات امیرکبیر رو داشتن. آكی. من جعفری که من رفتم پیشش، چون من بهشون گفتم اول خندش گرفته بود، یعنی قیافش من قشنگ یادم که این دختر بچه این همه مولوی شناس و نمیدونم حافظ از این حرف ها، این مثلا ببین چه اعتماده به نفس رفته مثلا برای من مولانا ترجمه کرده و اینا. بعد چون خوشش اومد از این همه جسارت من، برگشت گفت ببین من این کتابتو برات چاپ میکنم، با چیز میکنم، ولی به شرط اینکه این کتاب رو یک مولوی شناس چیز بکنه، چیز بکنه، به قول من تصحیح کنه، ویراستاری کنه و به قول معروف یک مقدمه هم بنویسه که این چیز اعتبار داشته باشه. در اون صورت من اینو برات چاپ میکنم که به قول من تو رزومه‌ام بره و اینا. و این یه سرآغاز یه داستانی شد و به من گفتن که آقای احمد تفضلی، آقای ابوالقاسم تفضلی که برادر همون آقای احمد تفضلی هستن، ایشون مولوی شناسن، ایشون هم پیر بودن و ساکن یه دهاتی بودن خارج از تهران. بعد بهشون آقای جعفری که گفتن، گفتم من ماهی یه بار میام. بعد انقدرم یه حوصله بودن چون پیر بودن خود نمیخوندن، میگفتن تو برام بخون. آره من براشون میخوندم. و اون موقع اینترنت و اینا هم نبود، مثلا اگه یه شعر مولانا بود که ما نمیدونستیم یا یه شعر از صنایع تو کتاب بود، به من میگفت حالا برو اینو پیدا کن تا مثلا برگرد هر موقع اینو تصحیح کردی، یعنی این کتاب اینج. بعد من میرفتم تصحیح میکردم دوباره تا ایشون بیاد من دوباره براش بخونم. 3 سال اینجوری طول کشید. سه سال که مثلا کامل کتاب خوبه. یه دوره مولوی شناسی هم برای خودتون بوده. دقیقاً آره، چون ایشون هم هر موقع که من اون میرفتم پیدا میکردم. بعد براتون جالبه، من انقدر رفته بودم کتابخانه ملی مثلا به خاطر پیدا کردن یه شعر صنایعی، کلی کتابایی که ربطی به کار خودم هم نداشت مجبور شده بودم بخونم، به عنوان کتابخانه سال انتخاب شدم. کتاب اینا رو خونده بودم. آره خیلی برام جالب بود. بعد میگم مثلا یه چیز اتفاقات جنبی در کنار این داستان افتاد. بعد رفتم و بعد از اینکه کتاب تموم شد دادم به آقای جعفری و همین باعث شد که دکتر تفضلی برای من یه نامه چیز بنویسن، نامه به قول من سفارش بنویسن و منو از طرف موزه مولانا در قونیه دعوت کردن به سفارش آقای تفضلی. بله و رفتم یه هفته اونجا مهمان. ببخشید انگار تصویر من رفت اینجا. نه داریم تصویرتون. تصویر آره. بعد مهمان موزه مولویه بودم. بعد اونجا چیز به قول من مراسم سما و مقام شمس و همه اونا، اونم خودش به قول معروف طلبید من. از نزدیک دیدید دیگه؟ از نزدیک دیدم. آره یه هفته اونجا بودم، یه هفته قونیه بودم، استانبول و قونیه و همه اینا در حقیقت یه جوری مجانی تموم شد چون به دعوت اونا به خاطر سفارش آقای. و بعد کتابو دادم و این مقارن شد با اومدن من به استرالیا. اومدم به مقاله شد با و کتابو دادم. و حالا قبل از اینکه وارد تجربه استرالیا بشم، این کتاب 7 سال تو ارشاد گیر کرد. 7 سال تو ارشاد گیر کرد و به خاطر عکسایی که از مراسم سما داشت، عکسای سیاه‌سفیدی بود، چون این کتاب رو یک خانم آمریکایی نوشته بود به نام ایرا فریدلندر که ایشون الان استاد دانشگاه آمریکایی هستن در قاهره. و چیز کتاب این قسم یک قسمتی داره که مهمترین قسمت کتاب هست راجع به موسیقی مولویه و اینا روی این موسیقی مولویه و عکسای کتاب حساسیت داشتن. تا اینکه بعد از 7 سال چاپ شده بود و بعد خواهرزاده من پشت ویترین دیده بود و بهم گفتن که خاله آره کتاب مثلا یه بالاخره چاپ شد آره خاله آره. و خیلی برام به قول معروف جا. و این موقع بود من 1997 اکتبر 1997 اومدم استرالیا و به عنوان مهاجرم اومدم با همون لیسانس پرستاریم. هم سال 95 من تقاضا دادم، سال 97 اجازه دادن اومدم، ولی مدرک تحصیلیمو بعد از اینکه اومدم قبول نکردن، گفتن که اون فقط برای مهاجر مایگریشن پرپسز اونلی بوده و اینا. و همونجور که بهتون گفتم دانشگاه بهم کردیت داد و من چون مجبور بودم هم کار کنم هم درس بخونم، در واقع اولین کاری که پیدا کردم توی CSSD بود، یعنی کاری که شما قسمت بسته‌بندی وسایل جراحی هست در اتاق عمل. چون من تخصصم اتاق عمله، گفتم که این کارو بگیرم که راه پیدا کنم به اتاق عمل. بعد تونستم ترینینگ رول نرس رو بگذرونم و اونم 1 سال کردیت داد دانشگاهم و اینجوری دوباره لیسانس پرستاریمو گرفتم و تو اتاق عمل مشغول به کار شدم. و این کارهای هنری
این کار هنری چون کار دل دیگه. میخوام سوالم اینه که این کار دل آیا با تمام این پستی بلندی هایی که همه مهاجرا دارن میان، سختی های اولیه که آقا دوباره چند پله پایین تر شروع کن، کار پیدا کن، دوباره درس بخون، بعد خب مملکت جدید، آدم خانواده داره، با تمام اون به قول معروف بدبختی ها و گرفتاری هاش، این هنر چی شد که نمارده توتون و هنوز به عنوان یه کار دل ادامه داشت؟ ببینید من نمیدونم شما چقدر با عرفان سرخپوستی آشنایی دارید. یه کتابایی توی همون دهه نزدیک به 70 که من از ایران اومده بودم به قول معروف خیلی مد شده بود خوندنشون، کتابای کارلوس کاستاندا که در مورد عرفان سرخپوستی و اینا حرف میزنه. یه جا عرفان دونخوان به کارلوس کاستاندا میگه زنان، تو فکر میکنی یک مرد هستی و خیلی قوی هستی و خیلی هم به خودت مینازی و خودتو برتر از زنان میدونی، ولی در موقع سختی زنان بی نظیر و برترند. خب اینو بهش میگه، میگه آره اینو میگه و میگه اونجاست که جوهر واقعی آدم ها میزنه بیرون. و متاسفانه یا خوشبختانه من اینو با به قول معروف یه جوری افتخار یه جوری بهش مفتخرم. ببینید شما وقتی چیزی برای از دست دادن ندارید دیگه همه چیتون رو از دست دادین، وطنتون رو از دست دادین، هویتتون رو از دست دادین، خانوادتون رو از دست دادین، پولم ندارین، خیلی کم دارین، اون چیزی که هست فقط میتونید به خود اتکا کنید خودتونی هستین که چیکار برید مای خودمون و برید کار بکنید. بعد اینجوری درا به روی شما باز میشه و اون آدمایی رو که باید ملاقات کنید ملاقات میکنید. و همون جوری که در تورات میگه، خدا من یادمه من تورات رو توی هواپیما بودم باز کردم، گفت ما به دست قدرت تو به بازوی قدرت تو خودمان دست تو را قایم گرفت. این آیه هیچ وقت از تورات یادم نمیره و اونجا بود که من اصلا راحت شدم. و الان که با این 22 سال مرور میکنم میبینم چطور اون آدم ها درست مناسب ترین لحظه. من 17 اکتبر وارد استرالیا شدم، 10 نوامبر کار پیدا کردم، میدونین چی میگم. و بعدش هم کار خوب پیدا کردم، درسمو خوندم، ولی هیچ وقت به این اتکا نکردم که یه مردی بیاد من یا حالا مردی نه مثلا یا چه راه ناجی. آره چه راه هایی پیدا بکنم که مثلا بتونم یه پولی به دست بیارم، پول مجانی از دولت بگیرم یا نه. و تمام هم و غمم گذاشتم روی کار کردن و روی درس خوندن و با سختی. و تو این مسیر به خاطر حوادثی که اتفاق می افتاد، به خاطر اینکه پناهگاه روحی نداشتم، خانوادم رو از دست داده بودم، سیفتی نتورکم رو از دست داده بودم، دوستانم رو از دست داده بودم. شما اینجا نگاه کنید، من و شما ایرانی هستیم، با هم دیگه تنها بچه مشترکمون شاید زبان فارسیمونه، ولی چون از هم دیگه تاریخچه مشترک نداریم فکر میکنیم میتونیم به هم اعتماد کنیم، ولی ممکنه بعد از اینکه به هم اعتماد میکنیم میبینیم اصلا ما دوتا آدم خیلی متفاوت هستیم و هیچ ربطی به هم نداریم. اون دوستانی که شما از بچگی پیدا میکنید دوستان واقعی شما هستن. و اینجا این تجربه رو من داشتم متاسفانه با جامعه ایرانی، چون همه اینا رو از دست داده بودم و مدام تجربه های تلخ داشتم با جامعه ایرانی. و به هر حال برام دوست استرالیایی پیدا کردنم خیلی وقتا سخت بود به دلیل اینکه خیلی چیزای مشترک نداشتیم. تنها چیزی که منو نجات میداد هنر بود و به خصوص اتفاقی که سرنوشت ساز بود برای من و باعث شد که در حقیقت هنر رو خیلی جدی تر بگیرم 11 سپتامبر بود. چون دقیقا حتی اون من جایی رو که اون حادثه 11 سپتامبر رو به قول من به گوش خودم شنیدم و فهمیدم که چیز کجا رفته بودم ایستگاه اتوبوس، یه خانم فرانسوی بهم گفت، من زدم زیر خنده. یعنی حتی باورم من نمیشد که همچین اتفاقی افتاده و مثلا به آمریکا حمله کردن و از این داستانا. ولی به قول اینا میگن بکلش، اون تغییر رفتاری که نسبت به ما، به ماهایی که حتی نمیدونن اهل ایرانیم اهل عراقیم اهل کجا هستیم اتفاق افتاده، اصلا نمیدونن تو مسلمونی نیستی، فقط به خاطر قیافت. و انقدر تحت فشار بودیم که این اصلا باعث شد که دوباره من به
هنر پناه ببرم. من دوبار تو زندگیم براتون جالبه میگم، من خیلی دارم صمیمانه صحبت میکنم، موهامو کچل کردم دوبار در زندگی، کاملا کچل کردم. یه بار وقتی تینیجر بودم تو ایران، به قول معروف یاقی شده بودیم و ربل شده بودیم و اومده بود، آره اون موقع موهامو کچل کردم. یه بارم اینجا بعد از 11 سپتامبر به خاطر اعتراض، در حقیقت یه جور اعتراض بود برام. یعنی شما عملا رفتار حالا بگیم نژاد پرستانه یا رفتار کم نامهربانانه جامعه استرالیا رو بعد از 11 سپتامبر بیشتر احساس کردید؟ بیشتر احساس کردیم که دیگه به قول معروف اینو فقط ما رو صورتمون بود دیگه، بیشتر احساس کردیم. آره دیگه، فقط مثلا بهمون اگه مثلا نمیگفتن برو گم شو، با همون با حالت پرخاشامیز کاملا صحبت میکردن، میدونی چی میگم؟ فقط تحملمون میکردن، معجزه ما رو نجات میداد سر کار و این حرف. مدیا قدرت مدیاست دیگه، یعنی فقط یه عده آدم اون شکلی از اون ور دنیا مسئول اینن دیگه، اینا بدن اینا خوبن. هنر همیشه برای شما یک جوری پناهگاه به قول معروف عاطفی بوده شاید، درست میگم؟ درسته، آره یعنی من میرفتم سر کار، برمیگشتم خونه نقاشی میکردم، ترجمه میکردم، میدونین؟ اهل به قول معروف نمیدونم بار رفتن و این حرفا و اینا هم نمیدونم. خیلی برام جالبه این نقاشی ها و ترجمه. الان مثلا منم اگه الان من هنرمند نیستم، ولی مثلا منم اگه ناراحت بشم برم یه گوشه مثلا بشینم نقاشی کنم، این نقاشی من به اینجا نمیرسه. چی میشه که شما پناهگاه عاطفیتون هنر امیر اونجا نقاشی میکنید، کتاب ترجمه میکنید، شعر و و و بعد همه اینا معروف میشه، جایزه میگیره، تو همه کتاب فروشی ها میاد، تو همه وبسایت ها میاد. مخصوصا ببین، من کامرشالایزش نمیگم، منظورم مخصوصا برای مخاطبین خودم، چون من همش ذهنم بیزنسه، ممکنه فکر کنم نه، اینی که یه کتاب بره توی همه کتابخونه ها شاید بیزنس باشه، ولی اینی که جایزه ادبی میگیره دیگه اونقدری نمیشه گفت آقا این کامرشالایز شده، این بیزنسه. این دلیلش چیه؟ چون از دل برمیاد بر دل میشینه فکر میکنین؟ بله، حد زیادیش اینه. و یه دلیل دیگهش این، حالا خوشبختانه یا بدبختانه، اعتماد به نفس شماست. ببینین، من هنر رو به خوبی میشناسم، توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم، توی خانواده ادبی بزرگ شدم، پدر من به جای اسباب بازی برای ما کتاب میخرید، یعنی من در این زمینه هنرشناسی و ادبیات شناسی مدعیم، میدونین چی میگم؟ یعنی انقدر کتاب خوندم، انقدر ادبیات رو میشناسم که مدعیم، یعنی کسی نمیتونه رو کراس بهتون بگم سر من کلا بذاره مثلا کتاب خوب و بد و از هم تشخیص میدم. ولی و وقتی من میرفتم بازار استرالیا و میدیدم انقدر هنر بد وجود داره، انقدر ادبیات بد وجود داره، میگفتم مگه چیه کار من کمتره؟ که میدونی چی میگم؟ که من از این بترسم که اینو ارائه ندم، به خاطر اینکه خیلی وقتا میگم ما خجالت میکشیم، یعنی دقیقاً همینو، آره همینو فکر میکنیم که مثلا نه کی حالا مثلا میاد به نقاشی های من نگاه کنه، کی بیاد و بهتون بگم آدمای خیلی زیاد، یعنی عده کسانی که میخوان شما رو دل زده بکنن، ناامید کنن، همیشه خیلی بیشتر از کسایی هست که میخوان شما رو امیدوار کنن. و یکی از کتابای پائولو کویلو میگه، من این چیزایی که میگم یه جمله‌ای هست که شما باید آویزه گوشتون کنید در زندگی، همیشه یادتون بمونه، برمیگردیم میگه که هیچ وقت همیشه فقط گوشتو برای شنیدن تشویق باز نگردار. و آره، و من اینو آویزه گوشم کردم، هر کسی که نقاش من تعریف میکردم، و بعد دیدم که نه، این آدما دارن ارتباط برقرار میکنن. گفتم وقتی من میرم یه گالری میبینم یه دونه بوم هست، یه خانومی دو تا خط آبی گذاشته، اینو داره 11000 دلار میفروشه، هیچ معنی هم نداره. منی که از یه سرزمینی اومدم، این همه مصیبت کشیدم، انقلاب تجربه کردم، جنگ کشیدم، نمیدونم تجربه مهاجرت داشتم، این همه بلا سرم اومده، این نقاشی من این همه حرف برای گفتن داره، میدونین چی میگم؟ و کفش آهنین به قول معروف برپا کردم و به قول معروف هر جوری که میتونستم سعی کردم که مثلا. و این کارا هزینه هم داره، قطعا هزینه هم کردید، چون اینجا گالری برگزار کردن و ایونت برگزار کردن و معرفی کردن و اینا، کانکشن برقرار کردن، اینا هزینه داره، و هزینه زمان و انرژی. علت این که میپرسم راستش بخوان اینه که واسه این میخوام در واقع جیست مطلب، گوشت قضیه اینه،
اون چیزی که من ازش درس میگیرم اینه که مخصوصا برای دوستانی که بهشون بر میخوره، مثلا میگیم آقا مصاحبه با چهار تا آدم حسابی، میگن طبقه بندی میکنی، منظورم اینه که ببینید همه ما یه سری مهاجران هستیم که یک سری پستی بلندی های زندگی خودمون داشتیم، هیچ سختی هایی کشیدیم، هممون کارمون یک چیز دیگه است، اون فعالیتمون حالا هابیمونه، هنرمونه، یه کار دله، یه خروجی داریم که میاد بیرون و برای اون هابی، برای اون هنر، برای اون کار حاشیه‌ای، حالا یکی بیزنس حاشیه‌ایه، یکی کتاب مینویسه، یکی ژورنالیست بلاگ مینویسه، یه نفر نقاشی میکنه، نفر شعر مینویسه، برای اون وقتی وقت میذاریم، هزینه میذاریم در کنار زندگی، اون میشه آوتپوت ما به جامعهمون، خارج از این که بری کار کنی، قبضاتو بدی، قسطتو بدی. خب این که یک زندگی نرمال همه اونو دارن. این ارتباطات و این انرژی رو چجوری حفظ کردین که توی مملکتی که اومدین از اولم درگیر کار و تحصیل و همه مسائل بودین، بعد این هنر نه تنها نمیمیره بلکه هی رشد میکنه، جایزه میگیره، بزرگ میشه، این تعادل رو چجوری حفظ کردین؟ الان من خودم راستش بخوام کاری که همین الان این ویدیوها اینا کار دله. من الان دوستان میگن که آقا تموم شد دوران کرونا، ادامه بده. من میخوام این موقع کار و زندگی داریم، من چجوری ادامه بدم؟ الان مثلا یه همچین تعادلی رو شما چطور تو زندگیتون تو این سالا حفظ کردید؟ ببینید، باید این انگیزه رو مثل یه شمع روشن نگه دارید، به خاطر اینکه زندگی ادامه داره. حالا 11 سپتامبر اتفاق میفته، ولی بعد از اون سال 2005، نمیدونم شما حوادث آشوب کرونلا رو شنیدین راجبش یا نه، که توی سواحل کرونلای استرالیا بود. بله، اونم مثلا یه به قول اینا یه ترنینگ پوینت بود توی زندگی من. سال 2005 اینجا عملا سفیدپوستا و مردم لبنانی ها در حقیقت از سواحل کرونلا شروع شد، عملا افتادن به جون هم. یعنی یه چیز نجات پرستانه بود که مثلا استرالیایی میگفتن اینجا ساحل ماست، چرا لبنانی ها اومدن ها توی ترن. آره، شما الان بزنین آشوب های سواحل کرونلا میاد بالا، که توی ترن افتادن به جون هم و بعد یه آقا پسری روی بدن لختش نوشته بود که ما اینجا به دنیا اومدیم، شما اینجا فرار کردید اومدین. نمیدونم یه خانم استرالیایی سر یه پسری رو میزد به سنگ. اصلا خیلی دوران زشتی بود، میدونین چی میگم؟ بعد مثلا من خودم یکی از کارهایی که کردم، یه دوست یوگسلاو دارم، اونم نقاشه، بعد از اون ما فراخوان دادیم، ما 42 نفر هنرمند همه ملل مختلف جمع کردیم، یه گروه درست کردیم به نام Art for Humanity درست بعد از این داستان. و این چون دولت اینجا هم به شدت سعی داشت که این تصویر رو که از استرالیا جهانی شده بود که نجات پرستی و حوادث کرونا از به قول معروف از ذهن به زدایه، خب خیلی کمک کردن و به ما، مثلا ما در سراسر استرالیا 12 تا نمایشگاه نقاشی داشتیم همین گروهمون، میدونین چی میگم؟ بعد به جز اونم میدونین من سالها اینجا به عنوان یه سینگل وومن زندگی کردم. شما وقتی که به عنوان یه زن تنها زندگی میکنید، فشارهای عجیب و غریبی بهتون میاد، که مثلا ما بهترین نمونهشو اگه نمیدونم چقدر با کارهای خانم کندیس بوشل آشنایی دارین، یه کتابی نوشتن خانم کندیس بوشل، یه کتابی نوشتن به نام کتاب که 4 تا اینا به نام سکس اند سیتی. بله بله، که این چیز شد و البته ایشون از دیدگاه کمدی نگاه میکنن. بله. ولی ببینید، شما وقتی که در خانواده هستین خیلی فرق میکنه موقعیتتون، وقتی هم که همسر دارین موقعیتتون فرق میکنه، و همه جوامع چه سنتی چه اونایی که ادعای مدرنیت دارن، به نظر من اینا با زن مجرد به دیده مشکوک برخورد میکنن. یعنی اصلا این رو جدا میذارن، ادعا و خیلی تجربیات عجیب و غریبی برای آدم اتفاق میفته. ولی در این حال شما باید دو راه دارید، یا اینکه بشکنید، یا اینکه از حس با سنس آف هیومر، با دیدگاه کمدی به این داستانا نگاه کنید. میدونید چی میگم؟ خیلی سخته، خیلی، ولی میدونید همش تمرینه. وقتی شما شروع میکنید اینجوری انجام دادن، ببینید
درد هم یه تریشولد داره، یه آستانه داره. شما بعد از مدت از آستانه درد میگذره دیگه دردتون نمیاد، خندتون میگه تو مگه دیوانه ای؟ میگم آره، به خاطر خندم میگیره دیگه، بدتر از این چی میخواد بشه؟ آره. اگه داستانایی که من برای شما تعریف بکنم، مصائب و مصیبت هایی که میگم از حتی از جانب استرالیا یا برای من اتفاق افتاده و ایرانی ها هیچ واکنشی نشون ندادن. من نمیخواستم بگم، من ید طولایی توی انتقاد و غر زدن دارم، البته دعواشوش دارم آدم میشم، ولی یه نکته قشنگ یاد گرفتم از حرفاتون، داشتم فکر میکردم بهش که این حوادث حالا مشابه فرض کنین 11 سپتامبر، خیلی حوادث مشابه دیگری حالا در مقیاس کوچکتر بوده در این کشور، سوء تفاهماتی بوده، ناملایمت هایی بوده و خیلی وقتا اصلا خودمون برای خودمون پیش اومده فرض کنید در پابلیک، در محل کار، ولی اتفاقی که میفته خیلی برام جالب. اون یه سری آدم، حالا من اسمشون میذارم آدم های تاثیرگذار، آدم های فعال، آدم های نمیدونم هرچی که خروجی دارن، یه سری آدم عکس العملشون به این اتفاقات فرق میکنه با اکثریت ما. اکثریت ما ناراحت میشیم، ناراحت و خاموش، زیپا بسته، هممون هم یک احساس داریم. ما یعنی الان از 11 سپتامبر رو نمیدونم، از هر بلایی که سر اصلا ما ایرانی ها تو مملکتمون اومده و اینو کشتن اونو کشتن، اینجا هواپیما رو زدن این شکلی شده اون شکلی، تمامی اتفاقات ناجوری که تو این چندین سال افتاده تمومی هم نداره، خب همه ما ناراحت میشیم، همه ما سرخورده میشیم، هر اتفاقی میفته، هر جرم و جنایتی رو اصلا میگیرن یه ایرانی میشه، باز هممون میگیم ای وای این شگی. اصلا حتی اصلا خاورمیانه، یعنی من که اصلا این شگی هم، هر خبر بعدی که میگن، من این تو پرانتز بگم یواشکی، درست این وقتی هیچ ویدیوی فرصت نمیشه، من معمولا خبر بعدی که میگم، شاید هم ماه شاخکامون حساس شده نمیدونم، خبر بعدی که میگم من همیشه مسخره میکنم با همکارا و با خانواده، میگم ببین چی میگه، اگه گفت امن این کارو کرد بدون خودشونه، اگه گفت ایژن من، کوکیژن من، یه میدل ایسترن من، فلان چیز اپیر فلان، بدون وقتی میگه امم، یعنی خودمون یه چیزی هم نیست، مشکلی نیست، سریع حلش میکنیم. این رفتارا رو ما هممون حالا کم و بیش میبینیم، نمیخوام بگم هممون به یک شدت ناراحت میشیم، هممون یک برداشت داریم، نه، نظرات متفاوته، نظر همه هم محترمه، ولی هممون کم و بیش میبینیم، ولی عکس العملمون، من و آدمای امثال من میریم میشینیم تو خونه ساکت، نهایت کارمون اینه که یه پروفایلی تو فیسبوک عوض میکنیم، عکس پروفایلمون یه گلی پرچمی چیزی میزنیم اونجا و مثلا دیگه این نهایت مبارزمون. یه سری آدمهایی که من اسمشون میذارم آدمهای مؤثر، آدمهای تاثیرگذار، میرن چند نفر جمع، مثلا شمایی که هنرمندی توی فضای فکری، توی فضای کانکشن های خودتون چند نفر مثل خودتون رو جمع میکنین، یه کاری میکنین به عنوان اعتراض که این صدای بلندی باشه، چند نفر دیگه فعالا توی زمینه دیگه، چند نفر دیگه ژورنالیست توی زمینه دیگه، ولی بقیه هممون نشستیم و این لاک تنهایی و ناراحتی رو کشیدیم پایین و داریم غصه میخوریم. این روحیه خروجی دادن از کجا میاد خانم کاوانی؟ اصل درد من اینه، حالا درد که میگم، اصل انتقاد من از خودمون، از خودم، حتی نمیخوام بگم من خوبم بقیه بدن، انتقاد من از خودم همینه، این روحیه ای که یه خروجی بدم، یه کاری بکنم برای جمع که برای هممون بهتر بشه، یه تکونی بخوره، از کجا میاد؟ چرا یه عدمون کامیونیتی کیلو چنده ایم؟ اصلا مهم نیست بقیه اجتماع، نه فقط ایرانی ها، استرالیاییش هم مهم نیست برامون، کلا مهم نیست، فقط برامون مهمه که حقوقمون رو بگیم، قبضمون رو، قسطمون رو بدیم و بعد دو سه سال یه بارم بریم ایران. چی میشه که این روحیه، اینو از کجا میارین؟ من بستگی به حساسیت و احساس مسئولیت شخصی شما داره. نگاه کنید، همون جوری که ما در ایران میبینیم، ما همیشه دنبال یه قهرمان میگردیم، همون شعر ابی هم هست، مثلا دنبال یه کاوه آهنگر، یه شاهنشاه آریامر، یا حتی آیت الله خمینی، یا هر کسی، همش ما الان داره، حتی الانش هم میر حسین موسوی، همش میخواییم یکی رو علم کنیم، همیشه بت‌پرست بودیم. دقیقا. یعنی ببینید، یه خب قربت مزایای خودش هم داره دیگه، یعنی من خیلی چیزایی که اینجا یاد گرفتم، ببینید استرالیایی ها ممکنه تک به تکشون آدمای جالبی نباشن، شما ممکنه مثلا
این همه آدم میبینی، 10 تا استرالی میبینی، هفتشون خیلی آدمای خیلی اصلا دلتون هم دو نفر سه نفر آدم، حرکت های جمعیشون خیلی درسته. یعنی وقتی که هر یه اتفاق یه مسئله اجتماعی میشه همشون میرن، حتی همون آدمایی که خوششون میاد. یعنی خیلی منافع جمع رو بر منافع فردی خودشون ارجح میدونن. در سر کارم اینجوریه، یعنی وقتی یه میبینن که مثلا وجود یه کسی برای کار لازمه یا لازم نیست، یکی نمیگه که مثلا چون آقای رئیس خوشم نمیاد آره. و این و من اینو اینجا یاد گرفتم. و یکی این که ببینین اینا حاکم بودن قانونه، طوری که این قانون رو تو رئیس جمهور هم باشی، ملکه هم باشی، نمیدونم پسر خان رشتی هم باشی، براشون اهمیت نداره تو کی هستی. من اولین بار این یادمه که وقتی شما جریمه میگیری، مثلا جریمه ماشینتون جریمه میکنن یا هر چیزی، آقای پلیس میذاره تو حرف بزنی، نمیگه که مثلا حرف نزن، ساکت شو، هر چی دلت میخواد حرف بزن، شوخی کن، چیز کن، این داره جریمهشو مینویسه. اصلا نمیره وقتشو صرف کنه، نه مثلا خودشو ناراحت میکنه، نه بهت توهین میکنه، مثلا حتی سوال میکنه، حتی اول میگه میدونی برای چی نگرد داشتم، آیا دلیلی داشتی برای اینکه تون میرفتی، یعنی حتی سوال هم میکنه. دقیقاً، ولی جریمه رو مینویسه، حتی لبخندم بهت میزنه، میگه گد میت، میدونی چی میگم، یعنی اصلا نمیره وقتشو انرژی نمیکنه قضیه رو. آره اصلا نمیخوادم وقت و انرژیشو صرف کنه، اینا وقت و انرژیشونو صرف نمیکنن که زندان بسازن و زندانی سیاسی و میگه شما هر چی دلت میخواد حرف بزن، بگو مرگ برای این مرگ بر اون، میدونی چی میگم، که طوری که انقدر این فرهنگ تنیده شده که اپوزیسیون میشه بخشی از دولت. یعنی آقای به قول معروف رئیس اپوزیسیون پول داره میگیره با یه سری شادو مینستر که برن تو پارلمان بشینن با این با اینا مخالفت کنن، میدونی چی میگم. یعنی شما اینو یاد بگیر که اصل دموکراسی همینه، به شما اجازه حرف زدن میده. خب من حالا برای شما یه داستانی تعریف میکنم که ببینید بی‌تفاوتی اجتماعی ما نسبت به هم دیگه چقدره. احتمالا شما اون موقع استرالیا نبودید، نمیدونم بعد ماجرای ندا آقا سلطان و اینا رو شما استرالیا بودن. من اینجا بودم فکر کنم، بله بله 2010-11 بود فکر کنم، من اینجا 2011 شاید هم شما هم دیده باشین، چون بعد از اون ماجرای جنبش سبز تلویزیون SBS یه برنامه یه ساعته تهیه کرد در مورد چیز هسته‌ای ایران و اعتراضات و از این حرفا، و یه سری ایرانی رو دعوت کردن و من هم بودم توی یه پنل نشسته بودیم، یه پنل سه نفره و بقیه ایرانیان عزیزم توی جمع بودن و در مورد همین مسائل ایران و ندا آقا سلطان و از این حرفا صحبت میکردیم و این رو در برنامه اینسایت پخش کردیم. آره منم بودم اگر یادتون باشه. ببینین این برنامه نه به استرالیایی مربوطه، نه اینا میدونن که ایران کجاست، نه اصلا مسائل ایران خبر دارن، نه براشون اصلا کسانی که برنامه اینسایت رو دنبال کرده باشن اصلا تاریخچه اینسایت رو میدونن که اصلا اینسایت چطور چه جوی داره. اصلا یکی از بزرگترین برنامه های خیلی جالبه این مملکته که یه گفتگوی آزاده، یه گپ و گفت آزاده، خیلی جالبیه. آره ولی منظور من اینو میخوام این داستانو براتون بگم، منم به اون پنل دعوت شدم، البته قبلش با مون مصاحبه کردن و میخواستن که یه زنم تو پنل باشه، من بودم و اینا و ما صحبت کردیم و میگم میخوام اینو بهتون بگم که استرالیایی اصلا نمیدونه ایران کجاست، نمیدونه که حالا بیاد براش مهم باشه ندا آقا سلطان چی باشه، و من اونجا از ندا آقا سلطان دفاع کردم و خلاصه این داستانا. به یه هفته نکشید که منو از کارم اخراج کردن، البته نه به این بهانه ها که چرا رفتی به این برنامه تلویزیونی، یه بهانه دیگه پیدا کردن، البته چون آره، ولی چون همه هم میدونستن که دلیل این بوده و اینا و خیلی ها بعد از اون به من گفتن. ببینید هر کامیونیتی دیگه بود یه پتیشن تهیه میکرد، یه استشهادیه تهیه میکرد، چیز میکرد که این نماینده ما بوده اومده از ما، چرا اینو شهید میکنید، میدونی چی میگم؟ در واقع البته این باعث مشهور شدن بیشتر من شد، ولی منظورم اینه خیلی سختی کشیدم در اون دوستان. یک نفر انگشتشو بلند نکرد، یک دونه ایرانی که از من دفاع کنه. اون وقت ندا آقا سلطان و کف خیابون میزنن، حالا اونا هم توی معرکه بودن، اون آدمایی که اطرافش بودن، ولی بقیهشون
همه سکوت میکنن، حتی اینجا هم نمیان تظاهرات صورتشون میپوشن که نکنه برگردیم ایران. نه بابا سرکار خانم، دفاع که به قول معروف دفاع تو سرمون بخوره، پتیشن سرمون بخوره، ما ملت رو اعدام میکنن، ملت رو میکشن، ما فیلم میگیریم. دقیقاً. زن و بچه‌مون رو توی خیابون میان میگیرن میکنن توی ون و فلان، ما ملت با غیرت شهید پرور، ببخشید من بعضی وقت قاطی میگم، فیلم میگیریم فقط به فکر لایک اینستاگراممونیم. من دردم از همین جاست که ماها از کش، ماهایی که به قول شروین خانزادی توی اون مملکت، ماها از زمان شمس و مولانا ماها مرید و مراد داشتیم، ماها یه فرهنگایی داشتیم، یه سری این فرهنگ غنی چی میشه که یهو تبدیل میشه به یک فرهنگ، حالا نمیخوام خیلی تا سیاه نمایی کنم و همه رو جنرالایز کنم بگم همه اینطوریان، هم. وقتی میگم اینطوری لطفا اون اینکه تو نیستن بهشون بر نخوره، ولی عموما حداقل برداشت شخصی رو من جسارت میکنم اینه که چی میشه که اون فرهنگ غنی یهو تبدیل میشه در عرض چند صد سال تبدیل میشه به یک فرهنگ منافع شخصی، خودکاهی، خودم و زن و بچه‌م، بعضی وقتا حتی اصلا فقط خودم، زن و بچه‌م هم چی، اصلا این چطور میشه که ما میریم این قعر و بعد حتی با عوض کردن جامعه، با عوض کردن مهاجرت، به قول دوستان اینقدی مشکل فرهنگی عمیقه که حتی ما با عوض کردن محیطمون بعد از 10 سال 20 سال هنوز این تغییرات درست بنیادی نمیشه تو ما، هنوز که هنوز داریم اون چیزا رو و مثل یه ارزش بهش چسبیدیم، شاید هم تابو شده کسی حرف نمیزنه راجبش، شاید هم تا میاد یکی حرف بزنه میگیم از خودش متشکره، اون یکی فهمی کنه خیلی، اصلا شاید الان من یه واقعیتشو اگه بگم، یکی از کم لطفیه که میشه، من بعضی وقتا البته مثلا تو استوری اینو منتشر میکنم که از کم لطفیه که میشه، مثلا بعضیا فکر میکنن که هر کسی که موبایلشو میگیره نمیدونم خودش حرف میزنه یا یه نفر میاره، مثلا خیلی خودپرست و خودشیفته است، خودش رو خیلی بالاتر از دیگران تصور میکنه و اینقدر جرأت داره که بیاد حرف بزنه. خب آقا اگه حرف نزنیم اصلا این پیام منتقل نمیشه، ما باید بیدار شیم یه جایی. منافع جمعی، یه چیز خیلی خوب گفتین، ما منافع جمعی رو اولویت نمیدیم به منافع شخصی، حالا اولویت هم ندیم، من الان اصلا الان چیزم اینه آقا اولویت نده، اشکالی نداره، یه اهمیتی قائل باش، حالا اولویت نمیدی اشکالی نداره، اینقدر اهمیت قائل باش، یه قدمی برداریم برای منافع شخصی خودمون، هم مثلا منافع شخصی استرالیایی ها، آمریکایی ها، حزب دیگری، چیزی هم نیست. بخشید خیلی داغ شدم، منم تحت تاثیر چیز میشم دیگه. خواهش میکنم. سوال دیگه پرسم. بفرمایید که میدونم که خب درگیر کار نرسینگ و قضیه داستان چیز هستین، اینو مسائل پزشکی و کارتون هستین، این وضعیت، حالا من علتی که میخوام بپرسم چون بزنیم، بله بله دوستانم خیلی تشکر میکنم، بله این داستان این روزهامون، این داستان قرنطینه و کرونا نشینی و این حرفا یه تأثیر نسبتاً بدی که روی قسمتی از جامعه گذاشته، بعضی از ما ایرانی هم توشیم و من متاسفانه دارم میبینم، حالا شاید هم خودم هم حتی رو همه هم اون تأثیراتی گذاشته، ولی یه عده از دوستانم و از کلاینت ها و نزدیکان که اصلا هیچ ربطی هم به کار من نداره، من نه روانشناس هم نه هیچی، ولی میبینم که بعضی ها واقعاً، بعضی ها افسرده شدن، بعضی ها انگزایتی گرفتن، بعضی ها سردرگمن، به قول خودشون داشتن راهشون رو پیدا میکردن که یهو کرونا اومد، یکی میخواسته مثلا بره درس بخونه، یکی میخواسته بیزنس بزنه، یکی میخواسته بالاخره اون کار طلایی که 10 سال تو ذهنش دفن کرده بوده میخواسته اون کار رو انجام بده. شما توی این وضعیت کار هم میکنید، هر سال هم یه کتاب منتشر میکنید، یه سرنخ ما بدیم ما چطوری، و اینو به این خاطر میگم شما سختی کشیدید، کسی که سختی کشیده یه سرنخ برای دیگه، ما چطور اینو زنده نگه داریم، چی کار کنیم که ما حداقل درگیر این افسردگی نشیم، این افسردگی رو چجوری بیایم بیرون ازش. خیلی همون افسرده این، فقط نمیگیم، به کسی نمیگیم، میترسیم میگیم من افسردم، من تنهام، هممون نشستیم داریم، ببخشید اینطوری میگم، داریم کلاس میذاریم که من تو این مملکت جا افتادم، من رفیق استرالیایی دارم با ایرانیایی، با ایرانیان فلان، من اصلا توپم، کارم خوبه، درآمدم خوبه، همه چیم خوبه، اصلا مشکلی ندارم، ولی واقعیتش که حساب میکنیم نه، هممون چند تا حلقه گم شده داریم، این حلقه گم شده هامونو چطور
به هم وصل کنیم، مخصوصا شما که تو کامیونیتی فعالیت دادیم، مثلا چون میدونم که این برمیگرده به اینکه ارتباط با کامیونیتی. دقیقا اتفاقا جواب سوالتون توی یکی از جملاتتون بود، گفتین که ما افسرده میترسیم بگیم. خب من اولین نمایشگاهی که داشتم در حقیقت حتی رفتم اینو اعلام کردم، یعنی اگه شما اسم منو بزنید تو اینترنت یه دونه چیزی که میاد، مقاله‌ای که میاد هستش Depression is universal، یعنی من رفتم اینو اعلام کردم که آقا جان من افسردم، من تنهام، میدونین چی میگم؟ یعنی این که ما نترسیم، یه چیزی هست به نام استیگما. ببینین باش چقدر آشنایی دارین، مثلا یه زمانی بود میگفتن که همجنسگرایی استیگما داره، نمیدونم منتال هلت استیگما داره، نمیدونم فلان چیز استیگما داره، نگین. یعنی خیلی دارن کار میکنن روی این چیزا که استیگماشو از بین ببرن. که یه آقایی هست به نام، آره شما جف کنتو میشناسید؟ اسم جف کنت به گوشتون خورده؟ به گوشم خورده ولی دقیقا نمیدونم چی کار میکنه. نه من به همزه شما اینقدر فعال نیستم، باور کنید. اتفاقا من جف کنت وقتی که اومدم استرالیا یکی از اولین سیاستمدارای استرالیا بود، شناختمش به خاطر اون شوخ طبعی و به قول اینا درای سنس آف هیومرش. ایشون فرماندار ایالت ویکتوریا بود، ویکتوریان پرمیر بود و خیلی آدم جالبیه. ببینید بعضی آدما تا آخرین لحظه عمرشون مفیدن، همین چیزی که شما میگین، از این کار برشون میدارن میرن یه کار دیگه میکنن. خب وقتی که این دوران فرمانداریش تموم شد، یه مؤسسه ای زد به نام Beyond Blue که این در حقیقت الان یکی از بزرگترین مؤسسات در مورد پیشگیری از خودکشی در استرالیا و اینکه شما اگر دیپرشن دارین، افسردگی دارین، آقا این هاتلاین زنگ بزنین، یکی اونور خط هست، خیلی کار کرده. یعنی من واقعا برای این آدم به عنوان یکی از سیاستمدارهای خوب احترام زیادی قائلم، حتی الانم که خیلی پیر شده. یعنی مثلا چون من 20 ساله این آدمو تو تلویزیون دیدم، میگم الهی بمیرم، این جف کنت مثلا چقدر پیر شده اینا، حتی با این پیریشم، یعنی مثلا میبینم این آدم چقدر شیرینه، چقدر نازنینه و چقدر کار کرده، به خصوص برای مردا. جالبه برای شما بگم، چون ببینین زنا یه راهی پیدا میکنن، میرن مهمونی میدن، حرف میزنن، لاک میزنن، موهاشون عوض میکنن. زنا اتفاقا برای مقابله با دیپرسیون خیلی کارا بلدن، همین با هم دیگه قهوه میخورن، حرف میزنن. خب ولی مردا حرف نمیزنن، یارو مثلا میگه بابا چه درد چیه، اصلا حتی بلد نیست که این احساس بلد. آره ولی من رفتم اینو گفتم که آقا جون من دیپرسم و اولین نگاه کنیم، من کتاب سگ و زمستان و بلند اون سال ترجمه کرده بودم. خب سال 2003، در فاصله 2003 تا 2005 ترجمه کردم. بعد یه نقاشی کشیدم به این نام، به نام سگ و زمستان بلند، و یه مقاله هم نوشتم. همینی که به شما میگم، شما باید به خودتون ایمان داشته باشید و اینکه اعتماد به نفس داشته باشین. من این همه سختی کشیدم، پیش خودم گفتم این همه سختی کشیدم تو ایران، تو اینجا، آخه مثلا من چرا نباید بگم که این بلاها به سرم اومده؟ و باید و مقالمو برای یه کنفرانسی اینجا بود به نام زنان و افسردگی فرستادم، قبولم شد. خب قبولم شد، رفتم این سخنرانی اونجا و ببینید وقتی که من همه سخنران ها اومده بودن و یه سری پاورپوینت و حرفای علمی میزدن و از این حرفا، میگم از اون جملات کلیدی که من یادم مونده، یکی اینه که میگن truth is powerful، حقیقت قدرت داره. یعنی اینکه شما وقتی از روی کاغذ یه چیزی رو میخونین، مطمئن باشین نصف اون آدمای تو سالن، نصف که چه بیشترشو خوابن، اصلا یاد نمیدونم این آمار و ارقام، ولی وقتی میرین حرف دلتون رو میزنین، سخنک از دل برادر، همشون بیدار میشن و یادشون میان، یعنی بدون اینکه چی. و من اینجوری حرف زدم و رفتم راجع به کتاب زگوزم، مثلا همینجوری که دارم مثل شما حرف میزنم، اصلا اینا همه از خواب بلند شدن، یعنی همه اومده بودن بعد این اسم منو یاد گرفته بودن. اینا که وقتی بهشون میگی شکوفه، یارو میگه من آینه نمیتونه تلفظ کنه، خفه میشه. آره اسم تو به ما، اون موقع هم هنوز فیسبوک و اینا فکر نمیکنم هنوز اومده بود، و مثلا یا یکیش اومد گفت you put Iran on the map for me، یعنی این کسی که نمیدونه حتی ایران کجاست و اینا. و اونجا باعث شد بعد مقاله من تو کنفرانس بین المللی چیز سلامت روانی زنان در ملبورن، یعنی بین المللی است، استرالیا قبول، همون مقاله. خب و نقاشی که چیده بودم به این نام به عنوان پوستر کنفرانس انتخاب شد.
شما باید اعتماد به نفس داشته باشین، ایمان داشته باشین که بدونید حرفی برای زدن دارین، خود راه راه رو بهتون نشون میده، میدونین. و ما آره برای افریم ملبورن و ملبورن هم بعد من اونجا رفتم دیدم از همه سر تا سر دنیا اومدن و نمیدونم مثلا نقاشی من اون بالا زدن و بعد من سخنرانی کردم. بعد یه خانم ایرانی هم، یه خانومی از ایران اومده بود، یه خانم دیگه هم از ملبورن شرکت کرده بود. من اونجا صحبت کردم، یه خانومی که ایرانی بود از ملبورن بعدش اومد خودشو معرفی کرد به من، به من گفت ببین تو به من جرأت حرف زدن دادی. خب گفتم مشکل ما همین سکوته، مشکل ما همینه که فکر ما آبرون میره، فکر ما مثلا من الان بگم من دیپرسیون دارم یا من تنها هم، مثلا اینه که آی ببینیم من بابا جون تنهاییم مشکل با. و چون این حرفو اینو نترسیدم از این حرفو، بهترین آدم ها سر راه هم قرار گرفتن و همین و همه این مصائبی که برام پیش اومده. ببینید من گاهی وقتا ممکنه یه سال نقاشی نکنم، یه موقع در عرض 3 هفته نقاشی کنم. وقتی که خانم زهرا کاظمی رو کشتن توی زندان، من قشنگ یادم انقدر حالم بد بود که یه نقاشی کشیدم در عرض 3 ساعت برای ایشون، یعنی اون حال روحیم رو روی آره دارم هنوز نقاشی این پریزن فلاورز. و یا وقتی که خانم شیرین عبادی جایزه نوبل گرفت، یادم من دور این کروزنس که زندگی میکردم راه میرفتم از خوشحالی گریه میکردم، یه نقاشی به این برای این کشیدم و اون نقاشی ها حرف دلم بود، میدونه حرف. و این وجود شما، روح شما، زندگی شما راه خودشو پنهان میکنه. مثلا من میگم حتی توی سوالا هم میبینم که مثلا ما نقاشیم چجوری راهمون رو پیدا کنیم چجوری. ببینید شما اگر که کاری رو برای این مثلا میخواییم بریم منظره بکشین، خب هر کسی علاقه داره، من تو اون فازه نیستم منظره کشیدن و پورتره کشیدن چیز من. ولی اگر شما فکر میکنید حرفی برای گفتن دارین، حتی در اون پورتره کشیدنتون خودتون کالانا رو پیدا میکنین. من هنوز حتی بعد از 22 سال در اینجا بودن، با اینکه کارهای من در فلورانس بیناله نشون داده شده که کوفی انان و خانم پرادا افتتاح کردن، یعنی من کوفی انان رو قبل از مرگش دیدم، میدونین چی میگم، و کارام در پرنس هاوس کلاس جایزه شاهزاده کلاس در کنار کارهای آقای رضا عابدینی نشون داده شده. ولی در استرالیا من هنوز نتونستم یه گالری تجاری پیدا کنم، میدونین چی میگم. و اینجا فقط یک نقاش مطرح ایرانی هست به نام آقای حسین والامنش که اسمشون رو شاید شنیده باشین، بله، که بله، بله. ولی نقاش ایرانی دیگه من اینجا ندیدم که بتونه از راه گالری کامرشیال یا گالری مطرحی بتونه کاراشو بفروشه. آره نه خیلی سخته. نکته خیلی قشنگ گفتین، من برای اینکه رپ آپ کنم در خدمت آقای تقوایی هم باشیم، خیلی نکته طلایی که گفتین، اولین قدم سلف ایمپروومنت، ببخشید من همش فارسی انگلیسی گفتم، اولین قدمی که آدم خودشو درست کنه، حالا اول خودمون درست کنیم بعد کامیونیتی اونم درست بشه، منظور همین، اولین قدم به زبان آوردن حرف دل، به قول این خارجی ها سلف اورننس، که اول من خودم آگاه باشم، قبول کنم و ترسی از بیانش یا اعترافش نداشته باشم، ترس از این که قضاوت میشم، ترس از این که آبروم میره، ترس از این داستانا، بعد با زبان آوردنش، با قبول کردنش و این رو ریخته شدن ترس، به قول شما اتفاقی میفته وقتی حرف حقیقت از زبان شما جاری میشه، آدم‌های مناسب رو جمع می‌کنه دور خودش، کسانی که می‌تونن دست شما رو بگیرن. حالا این می‌تونه مصیبت شما باشه، این می‌تونه مشکل روانی من و شما باشه، این می‌تونه مشکل مالی، بیزنسی، هر چیز دیگری، هر حرف حق وقتی میاد بیرون و از ته دل شما قبول داشته باشید، اعترافی میاد بیرون، آدم‌هایی که دست کمک دارن دورمون جمع میشن، این اولین قدمه برای بیرون اومدنش. خیلی لذت بردم خانم قوانی. اگر همین یه نکته، اگر همین یک نکته رو تیکینگ همین برنامه داشته باشیم، به خدا چند قدم جلوتریم. از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین خیلی سپاسگزارم. نمیدونم چطور از اون تشکر کنم، واقعا ممنونم از اینکه آدمای بزرگی مثل شما هستن، تشریف میارن تو این برنامه. این مکالمه هایی که شاید اصلا فرصت نباشه توی یک ویدیوی کامرشال تلویزیون و توی ویدیو رسمی همینطوری بگیم، ما این قرایی که میزنیم به خودمون با خودمون. و امیدوارم که وقت اوقاتتون به خیر باشه، همیشه موفق تر از قبل باشین
من در خدمت آقای تقوایی هستم، اگر آمادگی دارن با ایشون هم صحبتی بکنین. ایشون هم یکی از اون آدم هاییست که باعث افتخار ما جامعه ایرانی است. شما خیلی خیلی لطف، من واقعا از جانب خودم و علی از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. واقعا تا به حال اینجوری درد دل نکرده بودم. خیلی خیلی ممنون آقای صابری. من خداحافظی میکنم که علی بیاد. علی جناب خب من باید کادر رو درست بکنم یا اینکه هر جوری راحتین؟ بله میتونین یه مقداری نه میخوام ببینم این تصویری که من الان میبینم دقیقاً بیننده هم همین. بله این تصویر اجازه بدین یه خورده جابجا بشن. خواهش میکنم. بسیار عالی. خیلی خوش آمدید آقای تقوایی عزیز. برای دوستانی که شاید کمتر درگیر مسائل هنریان و مثل من همش به فکر پول و بیزنس و اینان، امشب یه نفسی میکشیم، خیلی بحث پول و بیزنس و فایننس و سرمایه گذاری نیست و این چهره آقای علی تقوایی رو ببینید، فرزند ناصر تقوایی اسطوره‌ای و سرکار خانم شهرنوش پارسیپور، از یه خانواده هنری دو تا ژن هنری تبدیل شده به آقای گلی که الان میبینید. یکی از کسانی که توی سیدنیان حتما آقای تقوایی و سرکار خانم کاوانین رو میشناسن، دیدن. انقدر اینا توی این کامیونیتی ما فعال بودن، انقدر فستیوال هنری و فیلم و انقدر کار کردن که بعید میدونم اگر نمیشناسید حتما زیر سنگ زندگی میکنید. نمیدونم دیگه. آقای تقوایی عزیز خیلی خوش اومدید. ممنونم از این دعوت منو قبول کردید. قربان شما، من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. ما میخوایم یک استوری زندگی شما رو از زبان خودتون بشنویم، چالش هایی که توی این مسیر داشتید، شاید درد و رنج هایی که کشیدید، درس هایی که گرفتید و اینکه چی میشه که هنوز که هنوزه آدمایی مثل شما در کنار کار روزمره زندگی خودشون، مشکلاتی که هممون داریم، هنوز که هنوزه یه آوتپوتی برای یه خروجی برای جامعه، حالا بگیریم کامیونیتی ایرانی، بگیریم جامعه‌ای که درش داریم زندگی میکنیم داره. من در خدمت هستم. سراپا گوشم. والله من فکر میکنم که این امیدی که بعضیا به زندگی دارن این یه مسئله ژنتیکی باشه اصلا. یعنی به ژن برمیگرده این قضیه، این امیدواری به زندگی، این اهل زندگی بودن و علاقمند بودن به زندگی. یعنی اکتسابی نیست؟ یعنی محیط تاثیر نداره؟ چرا، همه چی تأثیر داره، ولی در وهله اول به نظر من ژنتیکیه. خب البته آره دیگه، این یه چیزی، اون این همون قلب تپنده هست، روح هادی که در همه ما هست. یا شاید من اینطوری بگم در مورد من ژنتیکی بوده. بله، چون هم من آدمی هستم بله. علاقه من به زندگی. چقدر جالب. و اصلا من زندگی رو اصل میدونم. مثلا شما در اسلام شیعه مثلا میگن که از حضرت علی پرسیدن که بالاترین راز چیه؟ دلست. حضرت فرمودن که بالاترین راز مرگه. در صورتی که مثلا از من سوال کنین، منم اسمم علیه، شاید زندگی باشه، از من سوال کنین بالاترین راز چیه، من میگم بالاترین راز زندگیه. متوجه هستم چی میگم به شما؟ تا این حد مثلا زندگی پرست و زندگی دوست اینا هستم. بله. حالا اگر بخوام راجع به گذشتم بگم، والله دیگه همه اطلاع دارن که من مادرم خانم شهرنوش پارسیپور نویسنده مشهور ایرانی هستن و پدرم هم که آقای ناصر تقوایی هستن. من مادرم از خاندان یعنی مادر مادرم از خاندان قاجار بودن. نسب ما به عباس میرزا میرسه از طریق مادر. اوکی. البته مادر من، خانواده مادریم ثروتمند نبودن هیچ وقت، ولی به هر حال از اشراف هستن. درست. برعکس خانواده پدریم خیلی فقیر و از فقرا و اینا بوده. چه جالب. بعد اینه که این تضاد رو من همیشه تو زندگی با هم مقایسه می کردم و خیلی چیزای زیادی نصیبم شد تو زندگی. و بعد دیگه از تحصیلاتم بخوام براتون بگم، من
دبیرستان رو چون یک درس ریاضی رو من تک ماده کرده بودم نتونستم به رشته تجربی که دوست داشتم برم و یک رشته بود که تازه تأسیس شده بود به نام بهداشت محیط زیست، درست، که من اون رشته رو تحصیل کردم، دیپلم گرفتم، بعد به دانشگاه رفتم سربازی، یه سال خدمت کردم، خدمتم رو خریدم، بعد از یه سال رفتم دانشگاه و رشته مترجمی زبان فرانسه فارغ التحصیل شدم. این چه سالی بوده؟ والا تاریخ از من نپرسین چون من فراموشکاری دارم، اصلا تاریخ تو ذهنم نمیاد. همش همین دیروز بوده، قبوله. بله. بعد خودم علاقه خیلی زیادی به هنر دارم، حالا هر هنری که باشه، هر چیزی، سینما، ادبیات، موسیقی، بله میبینم، علاقه من به هنر هستم، به خصوص سینما. بله. ولی به ادبیات و شعر بیشتر از هر چیزی علاقه من هستم و خودم هم شاعر هستم. بحبه. یک فیلمم ساختم، یعنی تو ایران که بودم. آره فیلم ساختین؟ چیه چیزی لینکی اثری ازش هست ما پیدا کنیم؟ یه چیزی این فیلم رو بدون نشون بدیم؟ والا نوارش من اینجا دارم روی این کاستای کوچیک، اون کاستای بودن که دور. آره هندیکم اینجا من دارم فیلمو، نمیدونم حالا اگر دستگاهشو نداریم دستگاهشو پیدا کنیم. آره این باید تبدیل بشه، پیدا میکنم بهتون خبر میدم، براتون بفرستم. بعد اسم فیلمم هم هست فانوس خیال، ایام، یعنی اولین باره که خوشم میاد. همه هم معانی بالا، یعنی راجب خیام، خانومتون راجب مولوی، شمس، اصلا لول کار بالاست. درسته. والا من قطعتون کردم، شما میدونین مثلا در غرب و در اروپا حدود 1000 کتاب تا حالا راجع به خیام تألیف شده. فیلم های خیلی زیادی ساخته شده، درست برعکس کشور ما که تعداد خیلی کمی کتاب چاپ شده راجع به خیام نوشته شده. البته بعضی ها اینو یه ایراد میدونن، ولی من ایراد نمیدونم، چون ما خود خیامو که میخونیم ارتباط مستقیم برقرار میکنیم دیگه، لازم نیست که بخوایم کتابی راجبش بنویسیم. آره. ولی این اولین باره که تو این فیلمی که من ساختم از دیدگاه روحانی به خیام در واقع نگاه شده، نه از دید ماتریالیستی، چون همه خیامو ماتریالیست میدونن. و حالا اگر من شخصا زیاد نمیدونم خیام و ماتریالیست، ولی آره جالبه، خیلی مشتاقم این فیلم رو ببینم. من میدونم که شما هنوزم که هنوزه در کنار کار روزمره دستی به شعر دارید و این میجوشه، این لامصب میجوشه. من نمیدونم، میدونید من اینو به مخاطبای خودم میگم، میدونید چرا من اکسایتد میشم؟ برای اینکه میبینم که یه سری آدم هستن که یه چیزی داره از درونشون میجوشه. آقا یکی بلاگ مینویسه مثل آیدین جواهری، یکی بیزنس میکنه، یکی نمیدونم کتاب مینویسه، یکی مثل بابک صالحیان ریاضیات ازش میجوشه. میبینید ایناست که ما رو زنده نگه میداره. اون قشنگی که آقای تقوایی فرمودن زندگی، اصل قضیه قشنگی زیبایی قضیه زندگی است، ایناست که ما رو زنده نگه میداره، وگرنه بقیهش زنده بودنه، زندگی کردن نیست. درست نمیگم آقای تعبای؟ نظر شما چیه؟ بخش من خیلی حرف میزنم، من اکسایتد که میشم حرف میزنم، عذرخواهی میکنم. دقیقا با شما هم نظر هستم. حالا من شعرامم آوردم اینجا، یکی از شعرامو یکی دوتا شاید دوست داریم بخونم براتون. 100%، چه چیزی بهتر از اون، لطف کنید. این اولی مجموعه منه، اسمش از سوار بر قایق حیات، این جلدشه. بله 2019 چاپ شده. ما یه تعدادی تو خونه داریم، اگر کسی خواست میتونه با همسر من نمیدونم حالا چه جوری با همسرم باید تماس بگیرم، ولی با همسر من تماس بگیره، همسرم میفرسته برشون. حتما توی آمازون و توی همه اینا هم هست، دوستانی که خواستن از طریق فیسبوک با خانم کاوانی تماس بگیرید یا گوگل کنید. من چون خودم گوگل کردم، به 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 همه جا هست، خیالتون راحت، هر کس بخواد پیدا کنه میتونه پیدا کنه. درست. بخواد. خب این یه شعریه از این مجموعه که براتون میخونم که بینندگان با سبک کار من آشنا بشن.
ای شمایان که زیبا نیستید و مادلی پاک دارید، ای شما که هم زیبا هستید و هم دلی پاک دارید. اگر دنیا بی پروانه می بود بیشک چیزی کم می داشت، آسمان تابلوی نقاشی خدا بود و ماه و خورشید نمادی از زن و مرد. آنکه او گلوله ای از جنس هستی را به قلب های ما شلیک کرده است، هم ساختار نیستی را می شناخته است. پرندگان نجات پرست نیستند، این کشتی شکسته ماست که به ساحل نرسیده است. آنها هنوز پرواز می کنند و این مایه بسی خرسندی است. و تو در حالی که به خال پیشانیان مام آسمانی می نگریستی، فاجعه هولناک را در آلیس پیشگویی می کردی. و من ایستاده بر چکاد کوهی بلند، شاهد آغاز پایان تاریکی ها بودم و تو خواهان خرد تندرست اهورایی بودی. اشوزوشت ناخنهای دستان اشوزرتوش را خورده بود که یاران آغاز به وردخوانی کردند. ای مرغ اشوزوشت، از این ناخنها به تو آگاهی می دهیم و آنها را ویژه تو می دانیم. باشد که برای تو نیزه ها و کارت های زیادی شوند، کمانها و تیرهای شاهین پر بسیار و فلاخنهای بسیاری شوند علیه دیوهای مازنی. بیماری به نام اروما در تیسفون شایع شده بود که نیای بزرگ مرا نیز مبتلا ساخته بود و من با یک پر آتش تنها بر روی این حباب آینه‌ای را جستجو می کردم. ای مصریان گاف پرست، من بر فراز هرم بزرگتان اهورا آن اقیانوس آتش را ستایش می نمودم. من در آن بالا بر ستیغ اندمه هایتان گوی سپید ماه را پرستار بودم و من تنها در سیاره‌ای به نام زمین خدا را تماشا می کردم. گاومیشی گله‌ای را در چراگاهی واقع در سایاباریا هدایت می نمود و تو تندیسی از آلامیترا را با دستی افراشته و انگشتانی که به آن دریای تاریک بالاها اشاره می کرد می تراشیدی. درختان نجیب با رادارهای طبیعی خود امواج ساته از آسمان بیکران را دریافت می کردند و من با شنیدن آوای خرد شدن شاخه های خشک در زیر پایم خوشبختی را لمس می کردم. پس خردمندان سکوت می کنند و به آوای طبیعت گوش فرا می سپارند. آری، هر کجا که درخت می روید خوشبختی نیز می تواند حضور داشته باشد. چقدر جالب. بعد من پیشترام سعی می کنم که واژگان مهجور پهلوی رو، آره می خواستم یه چیزایی بگم، دوباره زنده بکنم، یه چیزایی کنم از واژگان پهلوی. چقدر جالب. البته من هیچ سررشته‌ای از ادبیات و متاسفانه هنر زیاد ندارم، واجد شرایط نظر دادن نیستم، ولی واجد شرایط این هستم که فیلینگم رو بگم، احساسم رو بگم. احساسم از این شعر این بود که انگار که داستان آدمیت نقل شده و یه سری کلمه های قدیمی اشوزوست اشوزرتشت خیلی خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. من تحلیل خودتون رو، یه برداشت احساسی ها تحلیل ادبی، شاید اصلا منم نفهمم، مخاطبینم نفهمن، ولی احساس خودتون از این آهنگ میتونین بگین. آیا احساس من درست بود که من احساس کردم؟ آیا نزدیک بود به احساس شما که من احساس کردم که این داستان آدمیت بر روی این کره خاکی است، داستان زندگی بر روی کره خاکی است؟ 100% 100% دقیقاً همینطوره. جالب. خیلی عالی، خیلی خیلی ممنونم. من شخصا لذت میبرم، ببخشید که مجبورم مکالمه رو تموم کنم، ولی از حضور شما بزرگان در کامیونیتیمون خوشحالم و تشکر میکنم. امیدوارم که همچنان این به قول خودتون گلوله ای از جنس هستی که خداوند به سینه ما شلیک کرده
همچنان اون قلب تپنده نگه داره و امیدوارم که همچنان خروجیتون، چه فعالیت‌های هنریتون، چه فعالیت‌های اجتماعیتون، چه برای اونایی که دنبال میکنن، چه برای دنبال نمیکنن، خیلی وقتا خیر یه سری چیزایی وقتی به قول خارجی ها بی پوتت اوت در، خیرش به خیلی های دیگه میرسه، حتی کسانی که مخاطب مستقیمش نیستن. اگر یه سوال دیگه هم بکنم، من حیفم میاد اینو نگم بعد برم، از آدم هنری حیفم یه سوال احساسی نکنم. آیه تقوایی، شما که توی این چند سالی که توی این چند ده سالی که در این مملکت هستین، برداشت شما از کامیونیتی ایرانی، جامعه ایرانیان ساکن استرالیا، برآورد شما چیست؟ آیا نمیخوام خوب یا بد بکنیمش، بگم سیاه و سفید، ولی برداشت شخصی شما، آیا ما جای رشد داریم؟ آیا ما اون قله وایسادیم و دیگه دبستیم؟ برداشت شخصی شما از کامیونیتی ما چیست؟ آیا ناملایمت دیدید خدای نکرده؟ والا من سطح کامیونیتی ایرانی رو در استرالیا خیلی پایین ارزیابی میکنم. یعنی سطح آگاهی به نظر من خیلی پایینه. و در صورتی من آمریکا هم بودم، چند سال آمریکا زندگی کردم، 6 سال آمریکا زندگی کردم، اونجا سطح آگاهی خیلی بالاتره. کجای کار میلنگه؟ آیا اطلاعات عمومی مونه؟ آیا اصلا علاقه ای به کار، من نمیدونم، واقعیت خودم هم برام سواله. علتش اینه که ایرانیایی که رفتن آمریکا خب تخصصهای بالاتری داشتن، درس خونتر بودن، تخصصهای سالها بالاتر. آره، سالهای سال نخبگان و ثروتمندان 50 سال 60 ساله که به اون سمت میرفتن. بعدم انقدر این ایرانیایی که اینجا هستن تو مملکت خودشون بهشون دروغ گفته شده که دیگه مخاشون پکیده دیگه، یعنی آره دیگه سیاه قلب شدیم، چون بالا باشه میدونیم چی میگم به شما. راست میگی. آره ما جز آره مخصوصا ماهایی که با این موج جدید، به قول احمد غفاری، با این موج جدید مهاجرت از ایران اسلامی اومدیم، ماهای مقداری اون مشکلات فرهنگی آموزشی ماها اینا رو شاید بیشتر توی کوله بارمون داریم، به علاوه یه سری شاید یه سری نمیخوام اسمش بذارم عقده های فرهنگی، ولی شاید یه سری مشکلات شخصی، با یه سری مشکلات شخصی هم اومدیم، یک ملغمه ای شده، هیچ کی قبول نداره، هیچ کسی حرفی هیچ کسو نمیخواد بشنوه، همه دوست داریم بهتر باشیم، بهترین باشیم، فکر میکنیم اصلا بهترین هستیم. ولی امیدوارم که شما توی مملکت بعضی نمسال کمتر اذیت بشید حداقل، و این راهی که دارید، من میدونم که پارسال توی فستیوال فیلم‌های ایرانی در سیدنی چه زحمت کشیدید، امیدوارم که این انرژی همچنان باشه و این کارهای هنری باشه، این آدما باید باشن. میدونم دوستانی که مخاطب من هستین، اینجا نشستین، من پارس فایننس هم و شاید نه تخصصی داشته باشم از ادبیات اینا، ولی میگید چرا آدم های مختلف رو دعوت میکنم میان و اینا جز کسانی هستن که دوروورم به عنوان آدم حسابی، آدم های تاثیرگذار میشناسم، چرا باید آدم های مختلف بیان؟ ببخشید آقای تقوی، من رو ددرازی میکنم، به این خاطر که ببینید حتما نباید شما ثروتمند باشی، اهل بیزنس باشی، نمیدونم ریاضیدان باشی. آقا شما هر کدوم از ما، هیچ کدوم از ما رو خداوند بی خاصیت نیافریده، هر کدوممون یک هنری، خاصیتی، یه چیزی داریم در چنته که شاید خودمون ندیدیم، همیشه دوست داشتیم فرصت باشه، همیشه هم از این مملکت رفتیم به اون مملکت، رفتیم به اون مملکت دنبال اون فرصته، در صورتی که این فرصت اینجا تو دلمون، تو قلبمونه، فقط باید یکم باشیم با خودمون بیدارشیم، بگیم آقا این کار قشنگه رو بکنم، یه خیلی برای خودم و چند نفر دیگه داشته باشه. برای همینه که آدمایی مثل آقای تقوایی و خانم کاوانی اگر نباشن، نه گالری هست توی مملکت، نه فیلم فارسی میاد، نه، یعنی اصلا این چیزایی که من و شما، یکی اینا رو باید بذاره دیگه، من و شما که فقط میریم این فیلم ها رو، بلیتشو میخریم، میریم میشینیم میبینیم، یکی باید پا پیش بذاره این کار رو بکنه. امیدوارم که معرفی دوستانی مثل ایشون حداقل برای دهه های بعدی جامعهمون و نسل های بعدی جامعهمون چهار نفر مثل خودشون رو بتونه تولید کنه که حداقل پا جای پای ایشون بذاره. قربان شما.
ممنونم جناب تقوی‌عزیز، ببخشید من رو درازی کردم، من اکسایتد که میشم حرف زیاد میزنم، ببخشید. از اینکه شب تا دیر وقت در خدمتتون بودم ازتون ممنونم، مرسی که با تواضع و با خلوص نیت تشریف آوردین و این مکالمه رو داشتین. من در خدمتتون خواهم بود در روزهای بعدی. به خانواده محترمتون هم سلام مخصوص ما رو برسونید، سلام مخصوص جامعه ایرانیان استرالیا رو برسونید. قربان شما، متشکرم. شبتون بخیر. خداحافظ. شب شما بخیر خانم کاوانی. خداحافظ. خداحافظ. ممنونم. خداحافظ.